سلام و عرض ادب خدمت شما همزبانان عزیز در سراسر دنیا، شما هموطنان عزیز در سراسر دنیا و امیدوارم حالتون خوب باشه و صحتمند باشه. این آرزومند آرزوهای شما شهزاده پویا هستم و باز هم با یک برنامه خبری دیگر، جایی که دیگر رسانه ها خاموش می باشن، کار ما شروع می شه. اون خبرهایی که دیگرها پوشش نمی تن ما برتان نشر می کنیم. با شما هستیم و امیدوارم تا پایان با ما همراه باشین. از اولین خبر شروع می کنیم دوستان عزیز، کشته شدن قمندان کفتر. شما با چهره قمندان کفتر آشنایی دارین؟ من اینجا یک عکس شام کش می کنم برتان بانم. تفنگ برداشته و چندین سال بود در مقابل طالبان می جنگید. این روزها خبرهای در فیسبوک دست به دست میشه که به دست گروه طالبان افتاده و یک کشته شده. عرضم به حضورتان که تقریبا 3 سال پیش سلاح خود را گذاشته بود و هنوز کس نمیفهمه که واقعا یا هنوز هم در بغلان هست یا نه. بنان خبر کشته شدنش که کاملا دروغ است و هنوز ما ایرم اطلاع دقیق نداریم که آیا واقعا ای در بغلان هست یا نه، چون تمام خبرنگارایی که من در بغلان میشناختم امروشان تماس گرفتم، تقریبا گفت 3 سال میشه ما ایر ندیدیم دیگه، نمیفهمیم که در کجا هستم. تا گفتی که میگه بس طالبا گرفتار شده و کشته شده، این خبرها دروغ و غلط هست، قابل قبول نیست. گزارش جنگ امروز در رخه پنجشیر. امروز جنگ شدید میان گروه ابو جهل و گروه مقاومت در پنجشیر در گرفت که تقریبا بالای 6 ساعت دوام داشت و در اینجا منابع محلی میگه که تلفات سنگین به طالبا وارد شده. چندین موترشان آتش گرفته، چندین تانکشان آتش گرفته و حتی ای که برای چندین ساعت روخی پنجشیر ترک کرده بودن، میگن در روخی پنجشیر طالبی وجود نداشت، اصلا هیچ طالبی در روخی پنجشیر نبود. بنابراین این خبرم خواستم که خدمت شما به تقدیم بکنم. امروز تلفات سنگین به طالبا وارد شده و یک سری تلفات هم به گروه مقاومت وارد شده که زیاد نیست، تلفات سطحی بوده، اما برای طالبا تلفات بسیار سنگین وارد شده. اما از اون جایی که شما میفهمین جنگ گروه مقاومت جنگ چریکی است و نمیخواین که کدام جای را اشغال بکنن یا کدام ولسوالی را بگیرن، اما جنگ خود را میکنن، پس عقب نشینی میکنن، میرن و سیستم جنگشون به این شکل است. نمیخواد که کدام مرکز باشه یا برای فعلا این تصمیم نیست تا اینکه خوب صحیح منسجم میشه گروه، بعد از او باز احتمال میره که پنجشیر از دست از یا آزاد بکنه و اولین ولایتی که آزاد میشه از دست از یا گرفته میشه و پنجشیر خواهد بود و مقسم با سلسله با ولایت های دیگه. اما فعلا سر منسجم شدن گروه مقاومت زیاد کار جریان داره که یار منسجم بسازه. همچنان از جنگ امروزش براتون گفتم که تلفات برای طالبا وارد شده و تا ولسوالی را برای چند لحظه رها کرده بود. طالبان باز هم امروز خانم ها را شلاق زدن، لتکوب کردن، توهین کردن، گریه های خواهرای ما را کشیدن فقط به خاطر از اینکه حق خود را میخواستن و تظاهرات میخواستن بکنن. طالبا اجازه تظاهرات برای از یار ندادن که ویدیوهایش در شبکات اجتماعی موجود است، حتما شما دیدین دیگه، من نمیخوام کور نشر بکنم. باز هم جنایت و باز هم نام مردار طالب که با این جنایت ها گره خورده. طالبان 4 فرد معتاد را در دایکندی آتش زدند. شورای صلح و رفای دموکرات افغانستان آمریکا خبر داده که طالبان چند قبل در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی 4 فرد معتاد را آتش زدند. از بردن بیمارستان، از دلجویی، دلاسا که یا مریض هستند باید زیادتر توجه به ایشوهی شبان. ما توقعم نداره نباید داشته باشیم دیگه، خبر را که ما برای شما میخوانم نباید برای شما بسیار جالب یا تعجب برانگیز باشه که او امکان داره. وقتی نام طالب وسط بود هرچی امکان داره، هرچی، حتی ای هم امکان داره که یک روز خر درخت بالا کنن، ای هم امکان داره. شوکه نشوین خواهشم. بازم گل کشتیم، افغان کی بودی جای که رفتی که گل نکن. البته دور از افغانای خوب که سر ما قار نشن که بدر ما چی کردیم نام ما را مرده ای بین خاله کردن دیگه، به نام افغان یاد میشن متاسفانه. در کمپ مهاجرین 3 تن از جوانان مهاجرین افغانستان در اثر جنگ و دعوا از سوی نگهبانان آمریکایی بازداشت و بعد دادگاه عدلی معرفی شدن. کسانی که لندغری میکنن یار به دادگاه هم نیستیده با دیپورت کنن، این جزاشان است که به افغانستان باشن. خب یک مسئله دو، کاش که این مشکل تنها بر از یا خلق شود،
چهار انسانی که واقعا رنج میبره، جانشان در خطر بود، مشکلات داشتن، یا خبرنگار بودن، یا فعال جامعه مدنی بودن، یا سابقه مشکل با گروه ابو جهل را داشتن. اینها از ترس افغانستان را رها کردن، رفتن و به امیدی که شاید در آمریکا به رضیا پناه داده شود. اما از دست این کثافت ها شما سعی کنین که نام افغانستان هم بد است، نام مو چهار تا غریب بیچاره هم بد است، و تمام روز از دست چهار تا لوچک و لندغر آقا پدر اونا هم توهین میشه و سرشان خم، بیچاره را خجالت میکشن به خاطر کار ازیا. ما به می لوچک ها میگم روی خدا را ببینین، اگر لوچکی میکدین، اگر لندغری دوست داشتین، خب که نمیرفتین آمریکا، اونجا خب جای لندغر نیست. و اگر لندغری میکردن مثل تواری آدم ها رو را میدادن که هر کار دلش خواست بکنه، که آمریکا نمیشد. تو با این مغز گنده طالبی که داری و به کسافت کاری ها، خب باید میبودی داخل افغانستان، میبودی کنار طالب ها، میبودی طالب تاره کار نداره. طالب پشت آدم های هوشیار میگرده که سرش به تنش بیارزه، آدم های لوده را کار نداره، آدم های بیعقل و بیغیرت کار نداره. آدمایی را کار داره که میفهمه که این آینده برام یک مشکل ایجاد میکنه، یا با قلمش، یا با زبانش، یا با سلاحش. این سه گروه مردمه که قلم به دست دارن، زبان تیز دارن و تفنگ به دست دارن، الا نمیتن، نمیمانن. خب تو بی غیرت چی میگی؟ چی دیگه؟ والله جای شرم است. یک کم خجالت بکشین. اگر در قصه آبروی خود خو نیستین که ندارین، چهار تا بیچاره دیگه که در اونجا هست، امور زندگیش با آتش نزنین. یک کم بشرمین، خجالت بکشین. چندین تا از هموطنان ما تماس گرفت با ما و گفت که این موضوع رو لطفاً کاور کنین، پوشش بتین، به خدا ما را بیاب کردن یا آبرو عزت بر ما نماندن. حتی والی اون منطقه میگه دستور داده بود که اگر این رقم باشه دیگه بعد از این افغانها را انتقال ندین به اینجا. یک دفعه کلش خراب میشه، میگه این رقم که میگن خبرین پس به کشورتان، به خاطر یک دانه کیک کلی پوستین در میگیره. نکنین نمی کارایتان. فرمانده پیشین پلیس ولسوالی جانیخیل پکتیا کشته شد. منابع به خبرنگاران میگوید که در ولایت پکتیا به خبرنگاران میگویند که شاه هجران فرمانده پیشین پلیس ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا از سوی افراد ناشناس کشته شده است. افراد ناشناس چیم طالب است؟ تا کی پیش افراد ناشناس بگیره؟ حالا افراد ناشناس کیست؟ پیشی که تفنگ است دیگه، کی جرات کنه تفنگ بگیره بره سر یک کسی؟ طالب است میکنه، من داده سر یک کسی دیگه. طالب است میکنه، من داده سر داعش، در حالی که داعش خبر نداره از این مسئله. نفر شب از خانه بکش، بکش، پرت سر داعش پرت، بود در یک جا انتحار کو، پرت سر داعش پرت، ملا را ترور کو سر داعش پرت، خبرنگار را ترور کو سر داعش پرت. اینا دیگه داعش هم چیست؟ اونمو افراد ناراضی از صفوف طالبان رفتن به گروه داعش پیوستن. کدام گروه تازه نیست؟ زیاد تعجب نکنید. مجاهد: سه تن با استفاده از نام طالب بر یک مراسم عروسی در نگرهار رفته بودند و در اثر شلیک های آنها سه نفر جان باختند. عرضم به حضورتان که دروغ مطلق است. اینجا نفرهای خود طالبا بودند. منابع محلی امیر میگن، کسانی که شاهد بودند اینا میگن، میگن خود افراد طالبا آمدن به خاطر که چرا در این عروسی شما صدای آهنگ ماندین یا آهنگ پخش کردین، چند بالای 12 نفر میگه به قتل رساندن و خیستن رفتن. امروز ذبیح الله مجاهد بی شرمانه میگه که افراد ناشناس این کار کرده و از نام طالبا استفاده کرده. آقای مجاهد اینقدر بی شرم نباش، دیگه کسی کار نمیکنه جز گروه شما. شما هستین که با ادبیات و علم و موسیقی و رفاه و روشنی و سعادت مشکل دارین. یک گروه تاریک اندیش هستین. باز به شرمانه هم میای دروغ میگی و میخوای که روی سیاه خود سفید کنی که سفید نمیشه، مطمئن هستم. ایره بشنوین. طالبان مقبره عزیزالله کاروان را انفجار دادند. و قبر را هم نمی کنند، و انسان زنده باشد جایش. طالبان مقبره عزیزالله کاروان را انفجار دادند. منابع به خبرنگاران در ولایت پکتیا تایید می کنند که طالبان ساعت پیش قبر عزیزالله کاروان فرمانده پیشین قطعه 01 ولایت پکتیا را انفجار دادند.
آقای کاروان 3 سال پیش در نتیجه حمله در کابل کشته و در ارگون به خاک سپرده شد، با آنکه این شخص را در حمله انتحاریشان خودشان از بین برده بودند. اما چون قماندان قطعه 01 امنیت ملی بود، حتی به قبر ازی هم رحم نکردن، انفجار دادن. خب آقای مجاهد، امیر آدم میکنه؟ اگر از خودت پرسان کنم، در رسانه باشی بگویم کمی قبر انفجار دادنش داد، نه 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 طالبایی کار نمیکنه، ای انسانیت نمیمانه ای. اما ببینین عمل نیکار افراد شما کرده، به قبر کسی رحم نکرده. شما اینقدر گروه تاریک و جاهل هستین، به نام شرم و حیا در وجودتان هیچ دیده نمیشه چیزه. مجاهد، موضوع جان باختن 8 کودک به علت گرسنگی در غرب کابل بررسی شده است، چون این رویداد رخ نداده است. خبری که ما چند وقت پیش براتون نشر کردیم، تنها مانی کل رسانه ها نشر کرده بودند، گفتند که 8 کودک بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادن و تمام مردم تابوت هایش دیدن، جسد هایش دیدن و مردم محل دفن کردن. ذبیح الله آمده در چشم مردم مدرای میگه گپ دروغ است. چون رویداد رخ نداده است، یعنی واقعا از حد بی‌شرمی هم گذشتان دی آقای مجاهد. آفرین به دو چشم تو. چند میتی همین نقابت؟ چند میتی میخوایم بخرم همین نقابی که در روی کش کرده، این پوست سگ که پوشیدی امیر، چند میتی؟ خریدارش هستم، میخوایم بخرم که حد اقلیم روی تو را پیدا کنیم و تو بیاییم دمی چشم مردم درایم دروغ بگویم، ببینیم امتحان کنیم میشه، چه لذت دارم. این باز هم دروغ. مجاهد، مقام های آمریکایی گشایش دفتر جبهه مقاومت در آمریکا را تکذیب کردند، یعنی گفته ای گپ دروغ است، جبهه مقاومت هیچ دفتر در آمریکا نداره. در حال تمام رسانه های جهانی را تایید کردن و این نشر شد و این آدم باز هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که تنها افغانستان به رسمیت شناخته شدن مجبوریت ندارد، بلکه کشورهای جهان نیز نیاز دارند که طالبان را به رسمیت بشناسند. سیست امرالله صالح، طالب باید گم شود و مقاومت نیاز ملی هست. امرالله صالح در تویترش نگاشته که طالبان 13 تن را در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به دلیل نشر موسیقی در مجلس عروسی کشتند. آقای صالح افزوده که استخبارات پاکستان در 25 سال بعد به طالبان آموزش دادند که افغانها را چطوری و چگونه بکشند. هر چیز بهانه بگی و بکش، یعنی می دیگر بیشتر گفته بودم که منابع محلی امیر گفته بود. باز هم مجاهد، ما شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده ایم، هیچ کس حق ندارد در امور داخلی افغانستان مداخله کند. قبر بپران، در روسی انتحار کو، در مسجد انفجار کو، ملا را بکش، طفل را بکش، جوان را بکش، قلم به دست را بکش، خبرنگار را بکش، زن شلاق بزن، زورت به زن نشان بده، لد کو. شما که تمام شرایط را پوره کردین دیگر، خدا کاری که شما کرده راستین میگم که ابو جهل نکرده بود. این بعضی چیزهایش که ما خواندیم ابو جهل نکرده بود که شما میکنین. اینقدر انسانای کثیف هستین، من خود به نام حیا و ننگ و چیزی در وجود شما نمیبینم. گروه بی ننگ، گروه بی غیرت، گروه بی عزت، اینی از صفت شما. باز هم چون امروز با کنفرانس خبری داشت، تمام گفته های شب نوت کردیم، یکی یکی براتون خوانده است. مجاهد، با آمریکا گفته ایم که سفارتش را در افغانستان بازگشایی کند، اما به هیچ کس اجازه ساخت پایگاه نظامی را نمی دهیم. سیست همچنان دوستان عزیز، این چیزها را دوستای ما به ما فرستادن، اسکرین شات ها هستن. اینجا در تویتر معلوم میشه که قاری فسیح الدین لوی دلستیز طالبان به نفر اول نامش یادم رفت، جنرال مبین را اخطار میده،
مگه اگه بار دیگه کرکت نه فهمی تو گفته بودی و درباره بیرقی تو گفته بودی با از خود گله کنی و از مانه، یعنی یک طالب به دیگه طالب اختار میده. خب با بعد از اینکه رفتم یک اکاونت رو چک کردم، سعی کردم فالوور زیاد هم داشت، اما از نوشته هایش من نمیخوام طرفدار از مردار بی‌ناموسا بکنم، اما نمیخوام دروغ بگم، با دروغ گفتن اعتبار خود بیارم پایین. ای اکاونت جعلی است. از طرز نوشتهش و چیزهایش که من خواندم اکاونت جعلی است و مربوط به قاری فسخلای یا قاری فسیح الدین نمیشه، بنابراین نمیتونیم رو تایید بکنیم که طالبا بینشان جنگ کردن. به هر حال دوستان عزیزم، تمام خبرها را براتون خواندم. در اخیر یک حکایت بسیار کوتاه هست، این را تقدیم میکنم برای کسانی که دشنام میتن مرا و دعو میزنن، یا از روی فهم یا از روی نافهمی من نمیفهم. ای کاش یا بیاین یک چهار پنج تا برنامه مرا از اول تا آخر سعی بکنن، خوب سعی که مرا شناختن، فهمیدن که من کی هستم و چی میخوایم، بعد از او اگر تصمیم گرفتن خیر. اما متاسفانه اکثر از یا رفتن یک ویدیو را از اونجا شنیدن، یک توته ویدیو را از اونجا گرفتن، یک توته جایی گرفتن، این میره از روی از او قضاوت کردن، در بوری ما کینه گرفتن، یا ایست که پاکستانی ها هستن بعض وقتا میان او را خواهم شناسم، اما از زبان های خود ما را بعض وقتا میان یکان رک گویی و خود معرفی کردن میرن در کومنت ها. برای از اونا تقدیم میخوایم بکنم. این حکایت بسیار زیباست و با می حکایت باز برنامه را میبندیم. گرگ ملامت کنان برای سگ گفت: پسر کاکا، انسانها را چگونه یافتی؟ گرگ ملامت کنان برای سگ گفت: پسر کاکا، انسانها را چگونه یافتی؟ سگ گفت: انسانها هرگاه کسی را میخواهند تحقیر کنند برایش سگ میگویند. گرگ: آیا فرزند آنها را خوردی؟ سگ: نخیر. گرگ: آیا به آنها خیانت کردی؟ سگ: نخیر. گرگ: آیا از آنها پاسبانی کردی؟ سگ: بله، با جان و دل. گرگ: انسانها شخص شجاع را چی می نامند؟ سگ: گرگ می نامند. گرگ: مگر از اول برایت نگفته بودم مانند ما گرگ باش؟ من کودکانشان را دریدم و چارپایانشان را بارها خوردم، آنها قهرمانانشان را گرگ می نامند. باید بدانی که انسانها قاتلان خود را می پرستند، اما خادمان و وفاداران به خود را توهین و تحقیر می کنند. خلاصه از این داستانی بود که اگر مثل سگ واره به یک کس وفادار باشی و به انسانها وفا کنی، سگ می فهمید دیگه چقدر یک موجود وفادار است. باز هم به خاطر که یک رفیق خدا یک انسان توهین کنه، او را سگ خطاب میکنن، که بارها ما می کار کردیم، کدوم ما میکنن. اما گرگ که بارها مال ما را خورده، ما را میدره، اگر گیرش بیایم او را چی میگیم؟ میگیم گرگستی بچه‌ام، گرگ واره شجاستی، به خاطر تعریف یک کسی واژه استفاده میکنه، گرگ وارستی. و اینجا از خاطر حکایت قسم نوشتن گفته که انسانهایی که واقعا به نفع مردم هستند، برای مردم کار میکنن، به دلسوز مردم هستند، اینها همیشه توهین میشن، تحقیر میشن، دو میخورن، دشنام میخورن. اما انسانهایی که خائن هستند، دوزی میکنن، به چشم مردم خاک میزنن، شما را برای غلط تشویق میکنه، برای بد تشویق میکنه، برای که بربادی و تباهی است آخرش، برای که آخرت شرمندگی است، اونجا تشویق میکنه، اونها گل سر ثبت هستن و کل اگه موار دوست داره. اینال من نمیگم که من انسان بسیار خوب هستم، انسان هستم، وقتی میگم انسان هستم، انسان جایز الخطا است، احتمالا بعض وقتا اشتباهات شوه، احتمالا بعض جای کوتاهی های پیش بیایه، من نمیفهم. اما یک چیز بارها براتون گفتیم، بازم میگم که در مقابل هموطنان عزیزم و در مقابل کشورم خیلی هم صادق هستم و صادق خواهد بودم. ای را کدام طمع و تملق فکر نکنیم، ای احساس درونی است. از طفولیت همی رقم تربیه شدیم، برای خانوادی بودیم که بمی شکل ما را تربیه کردن، همی رقم ما را بزرگ کردن، بمی فکر و بمی اندیشه است. ای که تو ما را دوست داشته باشی نداشته باشی، من همی اندیشه خود را پیش میبرم،
یک کس طرفدار ما باشه نباشه، من اندیشه خود را پیش میبرم و این به این معنا نیست که کس طرفدار ما نیست. اگر یک ویدیوی ما 50 تا دیسلایک میگیره، 1000 تا 2000 تا لایک میگیره، خب چی؟ 50 نفر بدبین دارم، 2000 نفر خوشبین دارم، خب 50 نفر عددی هم نیست پیش من، اما من دلم به می 50 نفر میسازه واقعا که چرا شما باید اینقدر پسمانده باشین؟ دنیا با کجا رسید؟ شما هنوز بین دوست و دشمن تفکیک کردن نمیتونین. تا کی واقعا منتظر کدام پیامبر هستین که بیا شما را هدایت کنه؟ یگانه راه نجات مملکت ما علم و آگاهی است. زنده باد افغانستان، زنده باد انسانیت، زنده باد علم و آگاهی. تا درودی دیگر، بدرود.